هولکینگز و جیمی هارت بود اسمش جیمی هارتل. اینا اومدن یه مقاله ای نوشتن گفتن که خیلی موضوع این بود که اومدن گفتن باندری کاندیشن شاید ما نداشته باشیم اصلا این ت... یعنی یک تناقض گفتن آقا ما اصلا به این فکر نکنیم که میتونه جهان لحظه آغازی داشته باشه اصلا زمان به این فکر نکنیم که از یک جای آغاز شده imaginary تایم بیایم بذاریم یعنی زمان imaginary زمان مختلط اعداد imaginary رو تو فارسی گفتن اعداد مختلط اعدادی که واقعا وجود ندارن اعداد خیالی هستن مثل مثلا آی کسانی که ریاضی میدونن مثل ریشه منهای یک ما بیایم زمان ایمیجینری انتخاب بکنیم و با این زمان ایمیجینری بیایم توضیح بدیم چیزی که عجیبه در مورد یونیورس ما که خب واقعا کم این مدت برای توضیحش همین اعداد مختلفن مثلا کسی فکر نمیکرد که یک عدد بی ربطی مثل ریشه منهای یک هیچ تعریف نشده اصلا از ریشه منهای یک تعریف نشده است مثلا مهمل منهای که هیچ شب همین رو میگیم آقا همین مهملو و اسمش رو بذاریم آی دیگه کاری باش نداریم آی رو بیاریم توی فرمول استفاده کنیم تو کوانتوم فیزیک استفاده میشه یعنی این ریشه منهای یک در دل این جهان ما تنیده شده انگار که در فابریک زمان مکان ما تنیده شده عدد ای عدد ای نپر که 2.7 something تا بی نهایت میره و عدد پی عدد پای 3.14 اینا همه با هم تنیده شدن در دل فرمول های کوانتوم یعنی جهان ما انگار اون لحظه ای که انفلیت شده این قوانین و این اعداد ریخته شدن توش و حالا با ایمجنری تایم فکر کردن به ایمجنری تایم ما میتونیم یه عالم تاریخ در زمانهای ایمجنری داشته باشیم که همگی اون وقت به یک زمان واقعی تبدیل میشن یعنی ما میتونیم بی نهایت زمان ایمجنری داشته باشیم که همگیشون آیندهشون میشه همین ما یعنی ما میتونیم بی نهایت گذشته داشته باشیم و حالا باز داستی با یه سال این قوانینی که شما میگین آیا این قوان... وقتی که میگیم که از شروع جهان همه چیز ممکنه به هر طرفی میرفت خب بله بله. آیا این قوانین هم میتونست جهت های مختلفی پیدا بکنه یا این قوانین ثابت بوده اد اد تو اون یکی دو ثانیه اول چهار نیروی اصلی که نیروی الکترومغناطیس نیروی قوی نیروی ضعیف و نیروی گرانشه این تا شکل گرفتن تو همون یک ثانیه اول و اینها آمد. از هم جدا شدن ام، یعنی ام بیگ بنگ ما به شکلی حرکت کرده جی یونیورس ما طوری ایولف شده که این قوانین ست شدن توش دیگه این قوانین شکسته نمیشن این دوستان که یه این اشاره اینجا به معجزه بکنم دوستانی که فکر میکنن معجزه صورت میگیره علنا دارن اعلام میکنن که قوانین فیزیک یک جاهایی تغییر میکنه یعنی کسی که میگه آقا من مثلا مریض بودم سرطان داشتم و باید میمردم رفتم دعا کردم خوب شدم یعنی داره میگه که آقا اتم هایی که تو بدن من بر طبق قوانین فیزیک باید به گونه ای رفتار میکردن یهو قوانین فیزیک استاب شد قوانین فیزیک به هم ریخت این نیروها دیگه درست کار نکردن این اتم های بدن من یه جور دیگه کار کردن این مریض درمان شد این اتفاق نمیافته این اتفاق مهمله نه دیدیم که بیفته نه می افته. قوانین فیزیک خب... از لحظه بیگ بنگ تا الان صادق بودن خب، نه قبل از اون یک ثانیه قبل از ثانیه اول آیا این قوانین فیزیک ما داریم دیگه تو ثانیه اول اصلا یه... توضیحش نمیتونیم بدیم خب بله ولی به نظر شما امکان داره که این قوانین فیزیکی به یک جهت میتونست به یه جهت دیگه بره بل. خب پس قوانین ریاضی چی؟ این سوال سختیه من قوانین ریاضی قوانین ریاضیات بر اساس منطقه من، بعضی از ماتماتیک ریالیست ها مثل مثلا مثل هیلری پاتنم با, با من موافق خواهند بود بعضی ها مثلا, مثلا مثل فرگه برعکس این رو میگه ولی حرفشون اینه که وقتی ما تعریف سه قانون اصلی داره منطق این سه قانون اصلی چی یکی که قانون عدم تناقض یعنی ای نمیتونه هم خودش باشه هم خودش نباشه الف نمیتونه هم خودش باشه هم خودشه، یا خودشه یا, خ... یا, یا... نیست نمیتونه هر دو با هم باشه دو اینکه الف با خودش برابره ای با ای برابره این قانون دوم قانون سوم میگه که آی و پی و کی اصل نمیدونم به فارسی چی ترجمهش کردن لوف اکسکلودد میدل یعنی یا پی یا کیو این دو... ی... یکی از این نمیشه هر دوش با هم درست باشه دو تا تناقض رو با هم نمیتونیم جمع بکنیم این سه قانون اصلی منطق به نظر میاد حتی کسانی که از خدا حرف میزنن معتقدن خداوند هم حتی نمیتونه حتی جان هیک فیلسوف مسیحی حرفش نمیگه خدا هم نمیتونه دایره یا مسلس خلق کنه یعنی برخلاف این قوانینه دایره دایره است خدا هم نمیتونید سنگی درست کنه که خودش نتونه بلندش کنه یعنی شما میگی تو هر یونیورسی هر شکلی به وجود میاد این قوانین باید می بود یه سری از ریاضیدان‌ها مثل گودل معتقدن اصلا اگر این برهان مودل لاجیک گودل رو که میخواد حالا خدا رو باش کنه کار ندارم مقاله هست در نظر بگیرید اون تمام پاسیبل ورلد ها تمام جهان های ممکن رو فرض گرفته که لاجیک این سه قانون اول لاجیک درشون برقراره چون ما جهانی نمیتونیم تصور کنیم که توی یک جهانی دو بلا دو خب آیا ما نمیتونیم تصور کنیم دلیلش این میشه که امکان نداره چون شواهد براش نداریم واقعا هیچی نمیشه در موردش گفت ما فقط میتونیم یعنی مشکلش مشکل برهان های منطقی همینه مثلا مشکل هم با برهان کلام هم همینه که ما با استفاده از مفاهیم انتزاعی منطقی میخوایم در باب جهان صحبت بکنیم و یک جورایی به محمل میکشه که شکارمون متاسفانه مثلا خب توی ببخشید ببخش، ببخش. یک توضیح کوتاه در مورد انفلیشن بدم بعد بریم سر برهان کلام برهان کلام نه ای... بعد اگه میشه یه اجازه بدین که سوالات بچه ها رو هم بخونیم یه پیشنهاد بابا یه یه پیشنهاد ما یه برنامه دیگه بذاریم فقط درباره برهان کلام نظر شما چیه من میگم صد تا دیگه بعد ها بذاریم واقعا میگم میری عزیز اینقدر بحثش عالی هستش که میگم من خودم میخواد خاطر سکوت دارم میشنوم صد تا برنامه ولی من دوست داشتم اگه میشه کلم کلام حداقل یه اشاره‌ای بهش بکنیم من بفرمایید بفرمایید اما بعد یه اشاره به برهان کلام بکنیم بعد یه برنامه هم در بیاریم آره فقط به پس از این من سوالات دوستان, باید. چش دوستان چش سوال نپرسار میجام <applause> من یه چیز در باب اینفلیشن بگم این بعد ب... ب... یک تئوری است به نام اینفلیشن یا باد کردن که میاد میگه آقا از بین ده به توان منهای سی و چهار ثانیه بعد از بین تا بین ده به توان منهای سی و هفت ثانیه یعنی یک زمان بسیار بسیار ریزی تو اون حالت اولیه یک باد کردگی صورت گرفته و توی س... و یونیورس که اینطوری باد کرده ما به یونیورس مثل سطح آب سطح یک اقیانوس بعد نگاه کنیم که توش ریپل وجود داره این موج وجود داره رندوم وجود داره اگر این رندوم نبود جهان ما مثل مدلی که امفیوری بهش میگه مثل سوپ میشد مثل سوپ کاملا بعضی سوپا هست که شما میبینین یک دونه اصلا عدس توش پیدا نمیکنی یک چیز کاملا صاف صافه یعنی یک دونه وجتبل هم توش پیدا نمیکنید صاف صاف جهان ما یه همچین چیزی میشد ولی نشده یک جاهایی جرم جهان ما زیاده یک جاهای جرمش کمه یک جاهای خلا بیشتره همین این باعث شده که کهکشان ها و ستاره ها و چیزهای دیگه شکل بگیرن اگر این رندوم نسون کوانتوم فلکچویشن نبود و اینفلیشن اینو توضیح میده دو تا, دو تا مشکل رو اینفلیشن توضیح میده یکی این که شما وقتی به افق نگاه میکنین همین الان مثلا اگه پنجره داریم میتونی به افق اون طرف نگاه کنید و افق اون طرف دو تا انتهای یونیورس رو دارید میبینید ما با اندازه گیری که کردیم دیدیم آقا هر دو انتهای یونیورس که بودن و خورده میلیارد سال نوری با هم فاصله دارن دماشون به حد بسیار زیادی عین همه چرا اینطوریه اینو نمیتونستن توضیح بدن و اینفلیشن رو توضیح میده که اینا در یک مرحله این دو نقطه کنار همدیگه بودن وگرنه توضیحش نمیتونستیم بدیم و با استفاده از اینفلیشن ما در حقیقت این رو توضیح میدیم که آقا چیزی از هیچ به وجود نیومد اصلا این تئوری که اکس نیلیو هست جهان یکی یک مدلی از بیگ بنگ بیگ بنگی که اوایل دو هوکینگز ازش, ازش حرف میزد این که از هیچ چیزی به وجود اومده این مدل جدید که تقریبا الان مورد قبول تمام است اینه که آقا از هیچ چیزی به وجود نیومده اینفلیشن بوده فقط یک باد کردگی است ولی خب یک مسیحی یک فیلسوف مسیحی است که واقعا میگن کسی رو نروته ایشون رو نرو منه آقای <تصفح> ویلیام لین کریگ که حالا کار ندارم ایشون شاید مهمترین مدافع خدا خدا باوران است این روزها حتی مسلمان ها هم به خوبی او دفاع نمی کنن ایشون دست گذاشته روی تئوری به نام برد گفت اه، 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 ویلنکن فیرم، که یعنی تمام میگن به نگ پیغم برای گشت جرجیس رو پیدا کرده تمام مدل هایی که بیگ بنگ رو توضیح میده گذاشته کنار به این یک مدل تا این یک مدل هم اشتباه توضیح میده و میخواد به زور ثابت بکنه که از هیچ چیزی به وجود اومده که این غلطه از هیچ یعنی بر همین که میخوام به برهان کلام برسم اینه که آقا این تصور که از هیچ قرار چیزی به وجود بیاد رو دوستان از کلشون بیرون کنن من با با خدا هم که بحث میکنم همه میگن آ این هیچ کراس یه چیزی هم از کراس شنیدن کراس کتابی داره یونیورس فرام ناتینگ خیلی کتاب جالبی من پیشنهاد میکنم دوستان بخونن ترجمه هم شده الان به فارسی آقای کراس اومد گفت آقا ما میدونیم در خلع در جایی که نه, نه چیز هست نه ذره ای هست و نه موجی هست از دل هیچی چیزی به وجود میاد در خلع در خلع فیزیکی خلعی که فیزیکدانا بش یعنی هیچی که فیزیکدانا بش باور دارن و ما اگر که بتونیم حتی در لحظه بیگ بنگ گراویتی رو یا،, یا،, گرانش رو هم مدل کوانتومی بهش نگاه بکنیم حتی فضا هم میتونه همینطور که به طور رندوم ماده به وجود میاد فضا هم به صورت رندوم به وجود بیاد پس ما میتوانیم از هیچ مدل هیچ کراوسی البته نه مدل هیچ ادمی که این مولا صدرا بهش حرف زد و نمیدونم این دوستان مسلمانی روز ازش حرف میزنه که یک عدم بیهوده بی معنی پرت و است که چیزی بیمعنی است اون نه از دل اون ما میتونیم یونیورس درست بکنیم و مدل های مختلفی هست مثل مثلا یعنی کوانتوم ایترنال فیوری یعنی مدل هایی که به شما میگن جهان جهان ازلی است مدل هایی که جهان را ازلی در نظر میگیرن چندین مدل شاید حداقل 17 18 مدل هست یه مدلیش که من خیلی خودم دوست دارم مدلیه که آقای شان کارول این فیزیکدان کانادایی ازش دفاع میکنه مدلیه که زمان از منهای بینهایت شروع میشه میاد به صفر میرسه تا مثبت بینهایت میره یعنی زمان از هر دو طرف به سمت منهای بینهایت رفته که یعنی در حقیقت یونیورس ایترنال یا ازلی هست در این مدل که حالا باید بعدا توضیح بدیم ولی و حالا به فانتیونینگ تیونینگ یونیورس نرسیدیم به اینکه چرا اعداد در, 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 جهان ما این عددها به گونه ای تنظیم شدن که به نظر میاد خیلی انگار یه کسی تنظیم کرده اونو بذاریم که نمیشه بعدن بهش پرداخت ولی در برهان کلام آقای کریگ اومده ایشون گفته که این برهان رو در حقیقت حالا یا از غزالی گرفته حالا سرش بحثه که این این برهان در قدم برهان ابن سیناس بعد به ابن عربی رسیده حالا داستانش طولانی همین برهان علیت است به یک مدل خنکتری ایشون داره تغییرش داده این علت علت ال اللت الالر عرستو. که ارسطو میگه واسه همین علت ها ما بریم عقب 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 بعد به یک علت اصلی برسیم که اسمشو رو بذاریم خدا علت الاله میگه ارسطو حالا میشه در موردش صحبت کرد که چرا مقالت است چون وقتی شما یه نجار میاد یک چوبی رو میتراشه دلیل ارستو میگه یک دلیل خود نجار است یک دلیل جنس دلیل مادیه که خود چوبه است یک دلیل دلیل فرمه دلیل صورتیه که صورت اون میزه که ما میخوایم بسازیم یک دلیل هم دلیل علت است final یعنی هدف ما اینه که میز اینه که هدفی جهان هدفمنده حالا باید گفت بی نهایت دلیل اینجا کار بوده داره بی نهایت مولکول در دست من و در هوا و در میز اینها همه با بی نهایت دلیل و هم برخورد کردن تا یه چیزی حاصل شده یک دلیل دو دلیل که نداره و آقای کریگ میاد میگه که برهان کلام رو اینطوری خلاصه کرده میگه که whatever begins to exist هر چیزی که شروع به وجود داشتن میکند has a cause دلیل دارد آن چیزی که شروع به وجود داشتن میکنه The universe ف... این ف... اول یا, یا سقرا بهش میگن. اینه کبراش چیه universe begins to exist کبرا در... اولی بود این سقراست. میگه universe جهان آغاز شده است پس شرط اول این بود که هر چیزی که آغاز میشود دلیلی دارد جهان آغاز شده است نتیجه جهان دلیلی دارد چند تا ایراد اصلی داره دوستانی که فکر میکنن این استدلال خوبیه من بهشون بگم اولا که دو تا شرط اول هر دوش غیر قابل بررسی است اولا هیچ لزومی نداره که هر چیزی که آغاز به بودن میکنه دلیل داشته باشه همونطور که کراس تو کتابش میگه ما میتونیم بدون دلیل ذره داشته باشیم که خودش به وجود میاد خودش هم از بین میره و توی کوانتوم فلکچوئشن ما میدونیم که بعضی وقتا حتی چیزی بعد از علت خودش در زمان به وجود نیاد این یک شرط دوم بله دقیقا کلام کازمولاجیکال آرگومنت ممنون که گذاشتید شرط دوم که میگه یونیورس بگن تو اگزیست این هم غلطه چون ما هیچ دلیلی نداریم که جهان ما شروع به بودن کرده باشه ما تا لحظه بیگ بنگ عقب رفتیم قبل از اون قبل از پلانک تایم نمیتونیم عقب بریم کسی که ادعا میکنه جهان شروع شده داره فراتر از حرف فیزیک دانها میره جلو این هم غلطه این این محمله و بعد میگه حالا در مورد نتیجه میگه یونیورس هز کوز یعنی اگر دو تا شرط اولی رو درست در نظر بگیریم که غلطن این برهان برهان ولیدیه یعنی معتبره اگر دو شرط اول درست باشه نتیجه معتبره خیلی خوب حتی اگر نتیجه درست باشه یا صادق باشه که یونیورس هاز کوز این هیچ رو ثابت نمیکنه این به این معنی نیست که یونیورس خدا داره خود داره میگه یونیورس علت داره علت داشتن یونیورس به معنی وجود خدای ادیان ابراهیمی نیست متاسفانه این فقه ها و این, این الهیدانان انقدر مقالطات عجیب غریب استفاده میکنن در مسائل و بدن. یعنی میبینی از یک چیز درست هزار نتیجه غلط میگیرن به آدم ها رو گمراه میکنن من خیلی از دوستان رو دیدم که فکر میکنن این بهترین برهان برای وجود خود است حالی که یه عالم ایراد منطقی میشه بهش اصلا خنده داره اینایی که میگن میگن که اسپاس کردیم که جهان علت داره خب شاهکار که این فکر میکنن شاه واقعا ف... به این خیلی افتخار میکنن تنها کاری که تونستن بکنن که اگر نتونستن ولی اگرم بگیم که این درسته تنها چیزی که میتونه نتیجهش اینه که جهان علت داره خب علت کجاست خدا کجاست از از چه <applause> علت چه ربطی به خود علت از علت رسیدن به یک نجاری که بعدا به صلیب کشیدنش و میگن این آفریننده همه جهانه چه ربطی دارن به همینا خیلی خنده داره اصلا این منطقه و تازه اگر علت داشته باشد از کجا میدانیم که اون علت خود علتی ندارد یا آره، چه علت و اون خود و اون, اون خداگاه باشه اصلا آره. دقیقا چطور میدونیم که کانشست بوده آره. چرا بخشی از قوانین فیزیک نبوده یا چرا نمیتونیم بگیم خود این جهان علت خود این جهان است کما اینکه بر مدل شان کرول این اتفاق میفته بگذاریم دیگه وارد آره. دیگه نشیم اوکی okay, پس من سوالات شروع بکنم از سوال آخرین آخر سوال رو شروع میکنم یکی یه دوستی پرسیده که می پرسیده که آیا میشه گفت الیت دیگر معتبر نیست فکر کنم پاسخ داده شده به نوعی والا به این سادگی نیست الیت در علم اعتبار داره یعنی ما در جهانی که توی زمان و مکان داریم کشفش میکنیم مجبوریم علیتی نگاه بکنیم بحث کانت هم هست یا آقا ما از فیلتر زمان مکان و علیت و حالا سری فیلترهای دیگه به این جهان نگاه میکنیم شما توی علم مجبوریت برای پدیده ها دنبال علت بگردید و نشون بدید که این علت مربوط به اون پدیده است اما در کوانتوم فیزیک در فیزیک کوانتوم ما مشخصا آزمایش هایی داریم که میدونیم پدیده یا بی علت اتفاق میافتند یا اصلا اونقدر ر... یا رندوم و یا, یا, یا اینکه حتی مثال هایی هست که پدیده ای در زمان پس از ال... قبل از علت خودش صورت میگیره اینها همون چیزهایی که میگم به عقل ما جور در نمیاد مغز ما رو به هم میریزه یعنی در کوانتوم فیزیک ما آزمایش هایی داریم که معلول پیش از علت اتفاق میفته در زمان و بحث هیوم اینه که آقا ما چون تو زمان نگاه میکنیم من تو زمان دارم میبینم میبینم سنگ به شیشه خورد اول سنگ خورد بعد شیشه شکست پس میگم دلیل شکستن شیشه سنگ بود ولی هر دوی اینها تو دو تا زمان مختلف زن، وجود دارن تو دو تا تایم مختلفه برای همین ربط دادن پدیده ها برای اینکه یکی بعد از دیگری اتفاق میفته مدلیه که مغز ما فکر میکنه لزوما به این معنی نیست که علیت به اون مدلی که ما بهش نگاه میکنیم هست خیلی ایراد به علیت میشه گرفت از این نظر ولی به هر حال هنوز بخش بزرگی از علم و به خصوص فیزیک کلاسیک بر پایه علیت کار میکنه البته دوستانم اشاره میکنم میگن که از در بیشتر صحبت کنیم حالا پایان سوالات اگر سلا دونستین بیشتر صحبت میکنیم دوست دیگه ای پرسیده که اگر زمین در مرکز جهان باشد و شکل جهان کروی باشد سرعت انبساط از هر طرف ثابت است اگ، اما اگر زمین در مرکز نباشد و شکل جهان هر چیزی جز کره باشد باید سرعت انبساط جهان برا، برای ناظر فرق کند امکانش از توضیحی در این مورد بدید ببینید اولا که جهان کروی نیست یعنی مدل ما میدونیم که تخته یا باید صدول باشه یعنی یعنی مثل زین اسبه یا باید به صورت کره باشه مدلی که شبیه زین اسبه مدل باز در حقیقت اون درسته ولی باز شدن فضا از هم هیچ ربطی به مدل یونیورس نداره این تصور اشتباهی که ما فکر بکنیم داخل یه بالونی هستیم که این بالونه شبیه زینه اسبه بعد یه ذره بریم جلو میرسیم به دیوار اون بالون کامل غلطه شما اگر رو سطح مثلا یه کره باشید از هر طرف نگاه کنید بی نهایت می بینید. شما هر جا میتونید مرکز اون کره باشه و همه نسبت به شما یک فاصله دارن هر چی این کره باد میکنه شما نسبت به دیگران فاصلتون بیشتر میشه برای همین شکل اینکه این جهان چطوره ربطی به سرعت این که شما چه هر کس با چه سرعتی داره از هم دور میشه نداره اطراف یونیورس ما میدونیم که به زودی به گونه ای از هم دور میشن که از سرعت نور بیشتر خواهد بود یعنی یونیورس با بیش از سرعت نور از هم دور میشه و حاصل این در حقیقت یک اتفاق قمنگیزی است که در آینده نه چندان دور شاید حدود یک میلیارد سال دیگه ناظرهایی که رو کره زمین وایستادن هیچ چی رو در فضا نخواهند دید چون اون کهکشان دیگه اونقدر با سرعت نور از ما دور بیشتر از سرعت نور از ما دور شدن که ما هیچ نشانه ای از بقیه عالم نخواهیم داشت و یک عالمی خواهیم دید خواهیم دید که فکر کنیم خودمون وسطشیم فقط کهکشان خودمون رو خواهیم دید که خیلی غم انگیزه یعنی ما خوشبختانه در دوره ای از جهان زندگی میکنیم که هنوز میتونیم بقیه عالم رو ببینیم